خب درود بیکران دارم خدمتتون یک مصاحبه ای دیدم روش ها رو دارن تلاش میکنن که فهمیدن در چارچوب اسلامی نمیتونن بحث حجاب را در حقیقت اقناع سازی کنن و باش دیگه نمیتونن به قول خودشون تبین کنن به قول ما روشنگری کنن یا اقنا کنن دست به روش های مختلفی دارن میزنن و یکی از این روش ها رو ما در این مصاحبه خیابونی میبینیم با هم بررسیش بکنیم که من میخوام بهتون بگم دستگاه پروپاگاندای رژیم دست به چه روش هایی داره میزنه من به پارتنر و شوهر خودم حق میدم به من گیر بده فمیلیست بازی در نیارید آزادی زنان و اینا... این دختره رو آوردن اما این دختر من چند باری تو اینستاگرام دیدم اینا به... یه این حرفایی میزنه الان میگه من به شوهرم حق میدم به من گیر بده یه حرفایی میزنه ب... ب... که من فکر میکنم بعد جور پسرا درش مالیدن حالا به هر شکلی که بوده تو تعارف که ندارین و الان خوراک شده برای جریان مذهبی گوش کنیم خیلی جالبه من به پارتنر و شوهر خودم حق میدم به من گیر بده فمینیست بازی در نیارید آزادی زنان و اینا نگید بذار بگم چرا اینو به تو میگم آزادی زنان و اینا نگید بذار بگم یعنی چی شوهرم حق داری گیر بده چون مردا جنس خراب هم جنس خودشون رو میشناسن میدونه که این مرد گوشه این ساق پای تو رو میبینه تا لخت تو داره تا, 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 تا تصور بکنه تهش تهش اصلا تصور کنه چون اگر الان دوست من اگر ساق پای خانم منو میبینه تا لخت خانم منو تصور نکنه من دهن خانم خودم رو سرویس کنم که تو پوشش داشته باش هزاران بیماری پوستی و غیره بگیر که اون دوست بیشرف من لخت تو رو تصور نکنه تصور بکنه غیرتی اینجا میاد بیرون اتفاقا غیرتی اینجا میاد که تو به خاطر تعصبات کورکورانه که دوستت چون ساق پای خانومتو دیده لخت خانومتو تصور نکنه خانوم خودتو در حقیقت در یک پوششی میبری که زندگی واقعی اون خانم فیزیک خانم تو اولا تحت خطر میندازه و کیفیت زندگی همسرتو کوالیتی کوالتی زندگی همسر تو کاهش میده دچار چالش میکنه همین روسری که این خانم انداخته همین روسری باعث این میشه که پرده گوشش سنگین تر بشه این عرق بکنه موهاش ریشه موهاش در حقیقت آفتاب هم نبینه عرق هم بکنه و اون املاحی که نیاز داره از هوا بگیره که بتونه ویتامین بی 5 پیاز موش در حقیقت تأمین بکنه رو نداشته باشه حالا همه اینا رو ما برای چی میکنیم؟ برای اینکه ما میگیم ما مردا جنسمون اولا این جنس خراب اگه نباشه که زندگی تشکیل نمیشه یعنی اگر این مرد شهوت نداشته باشه نگاهش به زنا همون نگاهی باشه که به مرداست که زندگی تشکیل نمیشه ولی چون الان این واقعیت این ذات مرده ذاتی است که اگر نباشه زندگی به چالش میرسه و هزاران بار نسل بشریت از بین میره تو اولا نام این ذات رو میگی جنس خراب خدا شفت بده. دو بده من ما بگیم آقا یکی هم جنسش خرابه تا زمانی که دست نزده که دست بزنه که بعد بزنه خارمادرشو مادرش رو یکی کنی ولی تهش اینه که داره تصور میکنه به قول تو دیگه انقدر تصور کن تا جونش در بیاد چون اون تصور نکنه من بزنم خارمادر مادر همسر خودم رو سرویس کنم چه منطق احمقانه است و این چه منطق احمقانه است که صرفا در باب افغانستان و ایران و اینجور چیزا این منطق ها خیلی گل میکنه در اروپایی که همه لختن عملا دیگه این حرفایی وجود نداره به خاطر دیگه نیاز نداره تصور کنه انقدر الان همسر منو بقیه میریم لب سایر همه لختیم بقیه مردای همسایه انقدر همسر بنده رو لب سایر لخت دیدن دیگه نیازی به تصور نداره و به خاطر همین دیگه آمار تجاوز و اینجور چیزا میاد بالا دست کم من چیزی که میتونم قطعی بگم بعد از 13 14 سال زندگی در اروپا اینی که مزاحمت خیابونی نمیگم کما میگم نیست حداقل در اروپا دقت کنید دست کم در سوئد در اسپانیایی که زندگی کردم و حتی کانادایی که یه مدتی بودم بنده مزاحمت خیابونی برای زن نمیگم کمه میگم نیست مریضید خانم شما بکنه. به نظر من آره این درست هست اینم حق داره واقعا میگه اینم حق حالا اینا آوردن دیگه نمیتونه با دلایل مذهبی بتونه حجاب را توجیه کنه صحبت ای یک خانم مریض که اون خانم من اعتقاد دارم با جمهوری اسلامی نیست خیلی از هستن که اینا ضربه میخورن در روابط با مردا فمینیست میشن مریض میشن صحبت ای یک خانم مریض آورده به اینا نشون میده و این بچه‌ها دیگه این دختر بچه‌ها که اینا هیچ دنیا رو ندیدن که تفلکه بابا اگه الان دارم قورت میدم همه چی رو بابا 40 سال همه دهنم هم سرویس شده در هر مورد نشستم ساعت ها فارغ از بحث خوندن و مطالعه دغدغه داشتم فکر کردم خود فکر کردن و آزاد خیلی کاره شما فقط یه جا بشین یک ساعت گوشی موبایل تو بذار کنار فقط فکر بکن در مورد مسائل و رویدادها خب رفته بشه یه دکتر که تجربه نداره اینم بدبخت میگه حتما این داره راست میگه دیگه خب مردم منو تصور لخت میکنن خب بکنن چون من الان توی دختر عزیز دارم لغ تصور میکنم تو دهن خودت رو سرویس میکنی چوب تو آسیر خودت میکنی هجاب میکنی اون همه می میپوشی که دهن پوست بدن خودت سرویس بشه چه منطق مسخره ایه چون خودم پوششی که دارم از این بیشتر مثلا واسه خودم حق نمیدم اونم اگر میگه بیشتر از این ببین استعمار فکری اینجا شروع میشه چنان دارن این دختر بچه ها رو استعمار میکنه که خودش به صورت اتوماتیک آزادی خودش رو بگیره پیر میده هیچ چیزی واقعا میدونه تو وقتی یکی خیلی خودشو باز کرده رو نمیتونی چشاتو ببندی روش کرد ناخداگاه تو داری نگاش میکن خب نگاش کن خب نگاش کن لعنتی چه اتفاقی میفته نگاش کنی من مریضی به خدا واقعا جامعه مریضی داری آزادی این نیست ولی مردم دارن یه سمتی میرن که خیلی داره بد میشه مثلا بخوای یقه باز بپوشی کلوس شلوار بپوشی کرا بپوشی مشکل داره واقعا عفت خودمون ها داره شخصیت خودت میاری پای این برمیگه شخصیت خودت میاری پای خدای خدای من خب بیچاره حق داره اون دختر الان دیده که چون یه دختری هم آوردن به اینا نشون دادن ولی اینا میگه مذهبی نیست چادری نیست دلایل دلایل حقارت آمیزیه این دلایل در شرماوریه گرده به فطرت و ذات آقایون اون چیزی که به نظر من اون چیزیه که خدا درونشون قرار داده به نظرتون هجاب برای کنترل این نگاه ها خوب نیست خوبه آره تاثیر دارم موافقم اگر بخوایم راستش بگیم این تاثیر داره بله شاید اینجا اینجوری باشه جا. ولی نشون میده تقریبا اکثر کشورهایی که بیهجابی و بعد پوششی توش بیشتره آمار تجاوزات هم توش بیشتر تا عراق هم نرفته تا ترکیه هم نرفته آمارها نشون میده این آمارها رو لوله کن بکن این مامان جونت کجا نشون میده ببین این که در محیط های سربسته در محیط کار در مدرسه در کلیسا تجاوزاتی هست من اینو منکر نیستم ولی اون چیزی که ما قطعا میتونیم بگیم اون چیزی که عمومی پابلیکه یعنی خیابان ها سواحلی که همه لختن بنده گفتم که تعداد تجاوز و اذیت و آزار یا مزاحمت برای زنان کم نیست وجود نداره بعد از 13 14 سال من بعد یه مورد دیده باشم دیگه شماهایی که الان دارید با من برنامه اونایی که سالها تو اروپا هستید حالا آمریکا رو زیاد نمیدونم ولی اروپا رو و کانادا رو میدونم تقریبا چون کانادا زندگی کردم بالاخره اروپا هم داریم زندگی میکنیم کشورهای مختلف هم رفتم دیدید یه همچین صحنه که تو خیابون مثلا چند تا پسر برم مزاحم یه دختر بشن اگرم رخ بده که من ندیدم باز تو محله های مسلمان نشین و مهاجر نشینه <خصیح> که اونجا حجاب رایت میکنن مثلا مثل منطقه رینکیبی در استوکلم مثل منطقه هوسبی در استوکلم تو اونجا هم ندیدم میگم اگر اتفاق بیفته تو مناطق مسلمان نشین اروپا که اکثرا هجاب دارن این اتفاقات اونجا رخ میده اگر باشه که باز اونم ندیدم آه <تصفی> آه <تصفی> من. یه لباس دیگه بپوشم و کل بدنم مشخص باشه خب معلومه مثلا چند نفر خیلی بیشتر به من تیکه میندازن در جامعه مریض ایران به تیکه میندازن در جامعه مریض ایران بله میخواد که اونجا محدودیت است و مردم حالیشون نیست زنه بلند شده بود رفته بود اندونزی لب ساحل لخ شده بود ای زنای اروپایی تمام این مردای اندونزی اینجوری رو نگاش میکنن خاک بر سرها. بخاطر که جوامع مسلمان تو بدبختن بابا دختر ایرانی رفته تایلند هیچ اتفاقی براش نیفتاده همون اومده بود توی مالزی میگه آقا اینجا همه دارن به من تیکه میندازن جوامع اسلامی مریضن قربونت برم محدودن مردم مریض شدن ما در اروپا یه همچی چیزایی نداریم هم, هم لختن دست کم تو جزیره قناری که دیگه لختم چرت کنم یعنی دیگه ب... خیابون هم دیگه و بعضا بعضی با شورت فقط راه میرن حالا لب سال که دیگه شورتر هم در میاره اگه با سربری تیکه بیشتر میشنوی نگاه های بدتر رود بیشتر جورایی خب چرا خودت رو سری سرت نمی کنی یا یه لباس بهتر نمی خب آم... ببین نمیتونی جواب بده میدونی چرا برای اینکه روسری سرش نمیکنه فطرتش بهش میگه روسری سرش نکن ولی استدلال نداره چرا روسری فقط اینو میفهمه روسری که سرم میذارم یک تضادی با فطرت من داره ولی چون سنش کمه به مانند من نمیتونه سرزبون داشته باشه که استدلال براش بیاره نداره چون ببین بحث فطرته بحث درونشه درونش میبینه روسری میذاره با درونش تضاد داره ولی وقتی روسری ها ور میداره میبینه همه چی بهتره حالا یکی ازش میبرسه با استدلال و اینا میاره و این کم میاره درسته که کم آورده ولی این به منظره این نیستش که این دختر داره اشتباه میکنه این دختر به صورت ذاتی ذهنش قبول کرده بعد حجاب بذاره کنار چون دلش باش خوشه ولی وقتی که هجاب میذاره احساس میکنه حالا باید یه دلیلی بیاره چرا هجاب گذاشتم تمام بحثی که ما میگیم اسلام شکست میخوره تمام مناسک اسلامی رو شما باید دلیل براش بیارید خودتون رو خر کنید ولی وقتی که ما میگیم سبک زندگی غیر اسلامی ما نیاز نیست دلیل بیاریم به خاطر که سبک زندگی غیر اسلامی در فطرت مردمه مردم در فطرتشون این مسائله که ای هجاب نداشته باشه بزنه اشخوحال کنه مشروبشو بخوره دیسکوشو بکنه سکسشو بکنه اینا در ذاتشه و تو حالا میخوای یک افزونه در زندگی مردم اضافه کنی به نام شریعت اسلامی که این یک چیز بیرونی است و آناتومی ذهنی و دلی و فطری انسان نمیتونه اینو پر... چیز کنه بپذیره و به طرق مختلف این چیز بیرونی به اسم شریعت اسلامی که میاد در آناتومی فطری انسان این آناتومی فطری انسان اونو هی پس میزنه حالا یکی مثل من اینجوری پسش میزنه کامل پس میزنه فوشش هم میده یکی یه ذره پس میزنه مثلا میگه حالا اسلام رو قبول دارم نماز رو نمیخونم ولی ماه رمزون مثلا حالا یه دو روز هم روزه میگیرین میزان این پس زدن عامل بیرونی که شریعت اسلامیه در وجود هر انسان متفاوته یکی مثل من کامل حالا بقیه یکم بیشتر یکی کمتر ولی این چون یک چیز بیرونیه همتون دارید پس میزنید حتی خود خامنه یه هم کامل اجراش نمیکنه. اونم به یه شکل دیگه ای چون بالاخره اول آخر شریعت اسلامی جنس یک جسم در دقیقه یک یا هر چیز بیرونیست که وارد این آناتومی شده ربط نداره مثل این میمونه که شما الان چه میدونم یه خار بره تو دستت اذیتت میکنه دیگه فکرتو مشغول میکنه الان تا فکری روی انگشتت نداری اما یه خار بره تو انگشتت فکرت مشغول میشه که این خاره رو در بیاری شریعت اسلامی این خار است حالا شما برید با شبه توریه با شبه استدلال البته با شبه استدلال توریه مصاحبه درست کنید اینا توریه مصاحبه است اینا سفتت است واقعیت نداره تهش آدم سید فقط می جوید فکر درد میگیره شکم و سیر نمیکنه. کنه قربتون برم شب روزگار خوش پاینده ایران بدرود